مظهر عشق منی، عمر منی، یار غمخوار منی، فرشته من، راحت جان نازنی، یار منی، بابا کرم، دوست دارم. دختره عزیز، ببینم بابا، مادره که اذیت نکردی؟ نه بابا جون. آباری کردم، بذار از مادرم بپرسم. آره زهرا، اذیت نکرده؟ دخترمون مثل یه دست گل میمونه، چرا اذیت کنی؟ قربون تو دختر برم، خود دوباره پیش مامانه، خود. خب زهرا جون، من اومده بودم داستم رو ببرم. همونجا پیش پایتی. خدافز. کرم جون، زود برگردی. خیلی خوب، چشم. سلام علیکم. سلام. الهی با امید تو. خب گلی جون، تو برو بچه ها بازی کن تا منم به کارهای خونه برسم. چشم مامان. بریم پیشون بچه بازی کن، خب؟ بچه ها منم بازی میدی؟ آره بشین، بشین باشون بازی کن. خدایا چه کنم، این چه بدبختی بود. نترس عزیز دلم، نترس. کرم دلتو بزه جای دل هیده، بیچاره چهار تا بچه و زنش از بین رفت، به اونا بگو. آقا کرم، سر شما سلامت باشه، ما هم در قبل شما شریک هستیم. خدای بزرگ. رضا به رضای خدا. بلند شو بریم. بیا بقیم دفتر، بیا بقیم. کرم جون، صلاح در اینه که من گلریز رو به تهران ببرم و بذارم تحصیل کنه. من تو تهران تو منزل خانمی به نام اقدس که دوستم یه زندگی میکنم. نترس، بچه بی سرپرست من نیشی. حرفی ندارم، اما سعی کن خیلی مواظب به عمر. چشم، خاطر جمع باش. خب گوری جون، دلت میخواد بری تهران؟ آره بابا. دلت میخواد درس بخونی؟ آره بابا. قربون تو دختر برم، برو برم. Thank you.
راستی خاله جون، خواهش میکنم اون لباس دهاتی رو هم که دوختم بذار دم دست. دلم میخواد ده که میرم با اون باشم. حتما بابام خیلی خوشش میاد، نه خاله جون؟ البته که خوشش میاد. حالا کجا میخوای بری؟ میرم با چند تا از دوستام خدافیزی کنم. اتوبوس کی حرکت میکنه؟ ساعت 2، زود برگرد بیا. چشم خاله جون، خدافیز. همش تو فکر این دخترم. آخه این طفلکی که این همه زحمت کشیده، درس خونده، حالا اگه بنا باشه برگرده ده پیش پدرش، پس بقیه درسش چی میشه؟ درسته عقدس خانم، منم دلم میخواد بازم اون درس بخونه، اما پدرشم پیر شده، بالاخره یکی رو میخواد که کمکش کنه. تو خودت خوب میدونی من چقدر شهبر رو دوست دارم. اگه بتونی پدرش رو راضی کنی، قول میدم مثل چشمام ازش مواظبت کنم. همینجا پیش خودم میمونه، درسش هم میخونه. باشه، چشم، باش صحبت میکنم، شاید بتونم راضیش کنم. سلام. سلام عزیزم. خیلی وقت منتظری؟ نه، تازه اومدم. خب کی حرکت میکنی؟ 2 بعد از ظهر. کی برمیگردی؟ نمیدونم، اون دیگه با خداست. یعنی ممکنه برنگردی؟ چطور میتونم برنگردم؟ منوچهر، خودت میدونی چقدر دوست دارم. منتظرت میمونم. وقتی برگشتی با مادرم راجع به عروسیمون صحبت میکنم. تو هم به پدرت بگو. سلام کرم. سلام کت خدا. خب چشمت روشن. الحمدلله که کاغذ گلریز دخترت رسید و از دلواپسی در اومدی. سلامت باشی کت خدا. خب چی نوشته؟ هیچی، نوشته مشغول درس خوندنم و یه قدری هم. یه قدری هم چی؟ والا از بیپولی و نرسیدن خرجی ناراحت شده. شاید این حرفو برای این زدی که من مطالبه طلبمو نکنم. اینطورم نیست کت خدا. اگه از زیر سنگم شده پولتو فراهم میکنم و بهت میدم. کرم جون آدم خوش حساب، شریک مال مردمه. خودم حاضرم هر چی پول بخوای بهت بدم، قصهشو نخور. زنده باشی قلی جون. حسن این دختر خانم کیه؟ گلریز دختر کرمه، من چند دفعه عکسش رو دیدم. راستی خدا بهش ببخشه. بچه‌ها سلام. سلام گلریز خانم، ماشاءالله ماشاءالله تو خوشگل شدی. چشم تو خوشگل می‌بینی. خب دخترها خوبن؟ الحمدلله همه سلامتن. ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی خوشگل مشکل شدی. خواهرت سکینه کجاست؟ شما که از ماشین پیاده میشدین سکینه شما رو دیده بود، رفته به برادرم اکبر خبر بده. خب راستی اکبر چطوره؟ خوبه الحمدلله. تو چطوری؟ بد نیستم، خوبم. خب دیگه بچه ها من میرم. به سلامت، خوش اومدی داداش. من میرم به کرم خبر بدم که دخترش اومده. گلریز دخترم اومده؟ آره. منتظرش بودم. بره. دیگه چیزی نمونده.
سلام گودس خانم. سلام اکبر. حالت خوبه؟ ماشاءالله ماشاءالله چقدر خوشگل شدی. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. خب داداش جون بهتره که من شما ها رو تنها بذارم تا هر چی دلتون میخواد به هم بگیم. من سکینه. خب گوریز جون هنوز سر قولت هستی؟ چه قولی اکبر؟ چه با هم عروسی کنیم؟ هیچ خوشم نمیاد از این حرفو بشنوم. این قول قرار مال زمان بچگیه. ما حالا دیگه بزرگ شدیم. باید روش فکر کنم. برای اینکه زندگی زناشویی غیر از اینه که تو فکر میکنی. سکینه! پدر! آه دخترم! آه دختر عزیزم کی اومدی؟ امروز! بریم تو برام تعریف کن ببینم دخترم. جد خدا درسته که من به تو بدهکارم اما فعلا دستم تنگه. من اینجا نیومدم که از تو ادعای طلب بکنم. پیشنهادی به تو دارم. چه پیشنهادی؟ میخوام با تو قوم خویش بشم. مقصود چی میخوای بگی؟ ماشالله هزار ماشالله گلریز دیگه بزرگ شده. اکبر پسر منم خیلی به اون علاقه داره. خوبه که عروسی رو راه بندازی. چرا فکر میکنی به این ترتیب من از طلب خودم هم صرف نظر بکنم؟ والا کت خدا ساله منم و این یه دونه دختر جونم بسته به اونه. باید ببینم خودش چی میگه. حالا نمیتونم جواب قطعی بهت بدم. خاله جون نمیدونی چقدر خوشحالم. Thank you.
علی جون، من دیگه از دست اکبر خسته شدم. باید فوراً برگردم تهرون. آخه دختر جون، من که دیگه تهرون نیستم. باشه، من میرم خونه اقدس خانم. ولی بهتر اول با پدرت صحبت کنی، اون باید راضی بشه. اصل کار اونه. من چی بگم؟ پدر جون، من باید برگردم تهرون. چی؟ تهرون؟ پیش کی؟ خالت که دیگه تهرون نیست. پیش اقدس خانم، دوست خالم. اون منو خیلی دوست داره. گوش کن دخترم، من با این همه قرض ممکنه دیگه نتونم برای تو خرجی بفرستم. اگه نفرستین کار میکنم. نکنه از خواستگاری اکبر نراحت شد؟ نه، فقط برای تحصیلم میرم. پدر جون، ممکنه برام یه خورده ساز بزنی؟ بچهش از تو نگهداری میکنه عزیزم. بفرم بالا آقا. بیا دختر. برو تو بشین. برم سندلی. پدرجون. برام کاغذ بنویسی. چشم پدر. برام بفرمید. بابا ماشین راه نمیافته. خودت برو تو آقا جون. برام بفرمید. آتش رو بریز. سلامت. سلامت. خدا حافظ. ایشالله که صحیح و سالم برسی. خدا پشت. میدونم چی کار کنم. یه تلافی سر این کرم و دخترش در بیارم که خودشون حس کنم. این دختری که من دیدم دیگه به تو اعتنا نمیکنه. خب بالاخره تسلیم دختر نادونت شدی ها؟ ای بابا چی کار کنم؟ منم و این یه دونه دختر. حیف بذارم بعد از این همه زحمت حالا از درس خوندن بیفته. باشه، ولی این دختری که من دیدم اون گلریز سابق نیست که از تو اطاعت کنه. تو نمیخواد قصه اونو بخوری. من دخترمو میشناسم. بریم. خدا عاقبتشو به خیر کنه. خیلی خوشحالم که برگشتی. مگه میشد برنگردم؟ من که بهت گفته بودم. میترسیدم پدرت اجازه نده. نه، مطمئن بودم. درسته پدرم دهاتی، اما اینقدرام بی فکر نیست که نظری به درسم ادامه بدم. خیلی دلم میخواست پدرتو ببینم تا خودم برای عروسی دعوتش کنم. ولی مادرت، اون چی؟ میدونه من یه دختر دهاتیم؟ نه، بهش نگفتم. هیچ وقتم بهش نمیگم. ما میخوایم با هم زندگی کنیم، نه پدر مادرم. خیلی دلم میخواد مادرم تو رو ببینه. راستی فردا یه دست دوستان میان خونه ما. یه مهمونی کوچیکه. تو هم میای؟ با کمال میل. البته اگه دعوتم کنی. چرا نیا؟ عزیزم، بالاخره مادرم باید تو رو ببینه. امیدوارم ازم خوشش بیاد. آقا
می‌کنم دیگه توی این سن و سال تماشای رقص جوونا برای من لذتش بیشتره. آه، اختیار داری استاد. این حرفا چیه؟ خیلی متشکرم استاد، صداش خیلی قشنگتر از رقصشه. یعنی میتونین آواز بخونی؟ چه عرض کنم، صدای خوبم نعمتیه خانم. خب چرا نمیخونین؟ بخونین، بذارین لذت ببرید. یالا شهبر، یه چیزی بخون. خب بچه ها، شهبر میخواد برامون بخونه. برامو بیا عزیزم، با اجازه شما. خیلی عالی بود. متشکرم. حیفه یه همچین صدایی که ازش استفاده نمی‌کنی. منظورتون؟ حاضرم یه پیشنهاد خوبی بهتون بکنم. بفرمایید. اگه مایل باشین حاضرم با یه قرارداد خوب بذارم تو کابارم آواز بخونیم. هم پول خوبی گیرتون میاد، هم معروفیت پیدا می‌کنید. متاسفم آقا، این کارا از من ساخته نیست. چه شوری، چه احساسی. آفرین، واقعا صدایی گرمی دارین، به شرط اینکه قدرشو بدونید. خیلی متشکرم. هیچ میدونین اگه صداتون تعلیم داشت چه قوقایی به پا میکردین؟ خودتون تعلیمش بدین استاد. اگه حاضر باشه من از خدا میخوام. البته که حاضره. شهبر چی میگه، حاضری؟ باعث افتخار منه. خب منو چه، پس این دفعه که میای کلاس خانومم با خودت بیار. چشم استاد. خدمت میرسم. زه
حریفان سبک سر به ستان داده هنر شده مردانگی از خاطر و یاد هنر توی استاد هنر. براو دخترم، عالی بود. خیلی دلم میخواست این آهنگو ضبط کنم. فکر خوبی استاد. شهبر تو چی میگی؟ موافقی؟ هر طور استاد دستور بده، اما با اسم ناشناس. مسلمه، اسم تو که روی صفحه نمی نویسیم. متشکرم استاد. مثلی که بعد نخونده. فکر نمی کردم یه همچین صدایی داشته باشه. نظیر نداره. حالا دیدی من اشتباه نمی کردم؟ هنوزم نظرم همونه که بود. اگه بتونیم یه طوری راضیش کنیم بیاد تو کابره بخونه، دیگه از این کسادی خلاص میشیم. یعنی فکر میکنی صداش طرفدار پیدا کنه؟ این سفر رو میبینی؟ مثل توپ صدا کردی. هر جا میری صداشو میشنوی. حالا راستشو بگو، از صداش خوشت اومده یا از خودش؟ من که تو رو میشناسم. ولکن بابا، این حرفا چیه؟ تو خودت خوب میدونی که الان وضع کابره خوب نیست. مشتری‌ها همه فراری شدن. یه برنامه تازه لازمه. مردم چیز نو میخوان. باید هر طوری شده این دختره رو راضی کنیم. فکر میکنی قبول کنه؟ اونش دیگه با توه. تو اگه بخوای میتونی با هر زبونی شده راضیش کنی. حالا که تو میخوای، من حرفی ندارم. سعی خودم رو میکنم. نمانر، ولی این چیزه برای من چه اهمیتی داره؟ من خورشو میخوام. نه منوچهر، من نمیتونم موافقت کنم. همیشه گفتم، بازم میگم، عروس من باید حتما یه دختر متمول و سرشناس باشه. فهمیدی چی گفتم؟ ولی ما همدیگر رو دوست داریم مادر. همین که گفتم، من هرگز حاضر نیستم یه دختر بی سر و پا به اسم عروس من پاشه تو این خونه بذاره. از این ساعت تو هم دیگه حق نداری اسمشو بیاری. فهمیدی؟ آخه چرا؟ چون من دختر فقیریم، چون پدر پولداری ندارم. نمیتونم. وقتی دو نفر همدیگر رو دوست دارن، چرا نباید یه زندگی خوشی داشته باشن؟ ناراحت نباش عزیزم، بالاخره راضیش میکنم. قول میدم تو هم نمیخواد خودتو ناراحت بکنی. اصلا نمیتونه غیر از این باشه، حتی اگه همه چی رو زیر پا بذاری. دختره یه هرزه پس، چرا دست از سر پسر من بر نمیداری؟ مادر ساکت شو، این چه حرفی میزنی؟ آخه چرا توهین میکنی؟ بسه دیگه. من هیچ وقت اجازه نمیدم یه همچی دختری که نه پدرش معلومه نه مادرش، زندگی پسر منو با هم بریزه. و تو هم خانوم، بهتره تورتو جای دیگه ای پهن کنی. اگه فکر میکنی با این حقه بازی ها میتونی به نوایی برسی، اشتباه میکنی. برو، برو گم شو. مادر، چی داری میگی؟ این حرفا چیه میزنی؟ حق با مادرت منو چه؟ من به درد تو نمیخورم. بسیار خوب خانم، اگه فکر میکنین من باعث بدبختی پسر شما شدم، قول میدم دیگه هیچ وقت اونو نبینم. شهبه صبر کن منوچهر، چند دفعه بهت بگم که این دختر لایق تو نیست. شهبه چی شده؟ هیچی. پس چرا گریه میکنی؟ هیچی. آخه چی شده؟ حرف بزن دختر. طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه، من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. برمیگردم دی پیش پدرم. چه حرفا میزنی دخترم؟ راستی بیا این کاغذ امروز از پدرت رسیده. مگه مریض شده؟ نه، موضوع طلبه کرد خداست، میخواد بابامو بندازه زندان. ناراحت نباش دخترم، انشالله درست میشه. درست میشه.
چی رو درست میشه؟ تو که نمیدونی کت خدا چقدر آدم بدجنسی. میترسم یک کاری دست پدرم بده. آخه اون از کجا هست 1000 تومن قرضشو بده؟ بالاخره میتونه یه جوری باهاش کنار بیاد. ببین دخترم، من یه خورده خرت و پرت دارم، فعلا میشه اونا رو فروخت و واسش فرستاد. بالاخره کیچ باقیشو از کجا بیاره؟ از این ستون به اون ستون فرجه دخترم. خدا رو چه دیدی؟ نه اقدس خانم جون، اینجوری نمیشه. باید یه کاری کرد. میدونم چرا کت خدا اینقدر واسه طلبش فشار میاره. من هر طور شده باید پدرم از این بدبختی نجات بدم. چی کار میخوایی بکنی؟ خب از اینکه بالاخره با پیشنهاد من موافقت کردین متشکرم. یعنی حتم داشتم، میدونستم دختری مثل شما اینقدر فکر داره که از یه همچین پیشنهادی صرف نظر نکنه. مطمئن نماینده خوبی در انتظارتونه. امیدوارم موفق باشید. منم همینطور، متشکرم. خب، مثل اینکه دیگه چیزی نگفته نمونده. با تمام شرایط من موافقین، اینطور نیست؟ بله. بسیار خوب. این چکو 10000 تومن نوشتم و اینم یه سفته 30000 تومنی به عنوان تضمینه که شما باید امضا کنید. این که ناراحتی نداره، منم روز اولی که اومدم همین کارو کردم. شما که نمیخواین زیر قولتون بزنین. این سفته هم فقط یه تضمینه، فرمالیته است. برای اینه که اگه مثلا قبل از 2 سال یه روز دلتون نخواست اینجا کار کنین و بالاخره کار نکردین، احیانا مخارجی رو که ما برای تبلیغ شما متحمل میشیم بتونیم جبران کنیم. امضاش کنین. خب مبارکه. متشکرم. مبارکه. از فردا شروع میکنیم. تا فردا. خدافظ جونم. خب درست شد. اگه بتونم خوب بهره برداری کنم شکار چاق و چله ایه. میدونی عزیزم، مدبر هیچ وقت تیرش خطا نمیره. هدفگیری 20. آره میدونم. اینم فراموش نکن عزیزم که برای من فقط یه عشق وجود داره، اونم عشق توه. میفهمی؟ تو همیشه بزرگترین و زیباترین ستاره قلب من هستی عزیزم. خانم آذر، نوبت برنامه شماست. الان میام. بالاخره من زهرمو به کرم میریزم. پدرم دستور جلبشه گرفته تو جیبم. نه بابا ببینم. خب پس چرا معطلی بندازش دندو؟ صبر داشته باش. همین خیالم داره. دخترم بعد از مدت ها برام نوشته یه کار آبرومندی پیدا کرده و واسم پول فرستاده. اون دیگه بزرگ شده، حالا نوبت اونه که دست پدرشو بگیره. خب خدا رو شکر که کار جور شد. خدا خودش ارحم الراحمینه. عشق و دلستانی رو بوده دل از بر من، یار مهربانی که می کند جلوه چنان، ماه آسمانی که با صفا می رقصه، چه پر ادا می رقصه، به صد نوا می رقصه، باریکلا باریکلا ز چهره در رو بایش، دلم تپد برایش، به ناز و عشوه هایش، باریکلا باریکلا. ای بی حیا، اون سرد و شک برابا. همراز من همدم سازه،
شاد و تازه چون گل نازه هم رازه من هم دم سازه چه دل رو با میرخصه چه بی حیا میرخصه برای ما میرخصه باریکلا باریکلا نگه به ساق پایان بهش به و عدایان که جان و دل فدایان باریکلا باریکلا میبینی آذر جون دیدی اشتباه نکردم جمعیت رو ببین نگفتم این دختر سوکسه پیدا میکنه چرا؟ فکر میکنم پیش تو بیشتر از همه سوکسه پیدا کنه نه عزیزم خیال میکنم فعلا که فکرم پی پوله این دخترم پی گنج بادام بوده پاشو بریم که خوب مژده‌ای واسه باباش دارم یه رسوایی براش بالا بیارم که پیش همه مردم ده انگوش نما بشه بچه تا دلت بخواد مشتریه من که از صدای این دختری هیچ خوشم نیمد مردم تازگی ها چقدر بیزوخ شدن چه سر و دستی براش میشکنن چه شهبر جون خسته شدی؟ خیلی مردم بازم میخواستن که بخونم ولی دیگه نمیتونستم یالا بچه ها نوبت شماست بیاین برین تا مدبر صداش در نایمده خیلی خوب خانم جون چشم با منوچهر قهری اون خیلی تو رو دوست داره راستی فکر نمی کنم شاید ببین شهبر تو چرا اومدی اینجا؟ اینجا جای تو نیست احتیاج داشتم میدونم تو چرا اومدی؟ برای من همه چیز تمومه چه فرقی میکنه؟ اینجا، اونجا هر جا برم برام همینه ولی تو نمیتونی تو این محیط خراب باشی نه مینا، نه این مربوط به خودمی تو خودم نخوام هیچ اتفاقی نمیفته نمیدونم والا چی بگم شهبر جون تویی؟ سلام شهبر بله؟ بالاخره نگفتی نگفتی این کار تو چیه که اینقدر شبا دیر برمیگردی خونه خب دیگه آخه چیزی چطوری بگم میدونی نقد از خونه نه شهبر درست حرف بزن به من بگو این کار چیه که تا این وقت شب طول میکشه این پولا از کجاست چه فرقی میکنه؟ راستی اقدس خانم جون یه آپارتمان خوب پیدا کردم باید خونمونو عوض کنیم میدونم که خوشتون میاد این شاخ اون شاخ نپر شهبر حرف بزن بگو ببینم تو کجا کار میکنی ها؟ من میخوایی بدونی ها؟ البته توی یه کاباره آواز میخونم خدا مرگم بده هیچ میدونی چی کار کردی؟ من جواب پدرتو چی بدم؟ آخ خدای من آخ اون تو رو دست من سپرده بود چرا این کارو کردی چرا خیلی بد شد اگه پدرت بفهمه میدونی چی میشه آره قولی خون گردی باور کن دروغ نمیگم من با چشمای خودم دیدم کرمم میدونه پولایی که دخترش واسش فرستاده از کجا اومده اونای مردمو نشون باشو بابا خدا پدرت بیامرزه حجبر با چشمای خودش دیده بله خوب نیست من از کسی رو دروسی ندارم تو رو خودشم بگم
مثل اینکه به غیرتش برخورد. اگه غیرت داشت میرفت تو شهر دخترش از تو کافه جمع جور میکرد. اگه یه دفعه دیگه اسم دختر منو به زبونت بیاری زبونتو از حلقت میکشم بیرون. نه بابا این دفعه شما کوتاه بیا. اکبر شنیدی چی گفت؟ چی میگی پیر من؟ برو زبون دخترتو از حلقش بکش بیرون. گمشا تو خجالت نمیکشی که پشت سر دختر من زبون درازی میکنی؟ بی حیای پر رو بکشمت. بکشمت. بر خجالت بکش. من خجالت بکشم یا اون؟ اون جای پدرته. برو کنار. کرم خود صلوات بفرست. اون جوونه نمیفهمه. شما به بزرگی خودتون ببخشید. بفرمید. بفرمید. الله اکبر از دست این مردم. نامرد. برو حیوان برو. عیبی نداره حیدر. خیالش رسیده آبروشو میبرم بریم. آه میدونی رجب خیلی خوشحالم. چقدر خوب شد که برادرم با گلریز عروسی نکرد و الا پاک آبروش میره. آره بابا و الا حالا انگشتنمای خاصه هم شده و دختر که قد نیست. واسه ببین چی میگم. هی با تو هم با شما هم. چطوری پیر من؟ شنیدم دختره دمی روزا میلیونر میشه. چرا اینقدر دلخوری؟ بخند قیافه رو. آره قیافه شو. دختره پاس بشن نگاش کن. گلی 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 جون شنیدی چی شده؟ راجب چی؟ مگه خبر نداری؟ میگن دختره بابا کرم تو تهران رقاص شده. گلریز؟ آره مگه همچی چیزی ممکنه؟ آره بابا همه جا پر شده که تو تهران میرقصه. تمام اهل ده خبر دارن. بیچاره پیره مرد. بنده خدا بیچارگی از قیافش میریزه. بیچارگی سرشو بخوری. پس ای دخترم دخترم میکرد واسه ای این بود. خاک بر سر بی غیرتش بکنن با اون دختر نگه داشتنش. مرد حسابی این که رسم دختر داری نیست. دختره رو فرستدی تهرون که چی؟ هم اونو بدبخت کردی هم خودتو بیا برو. این هم شد کار. این که کرم گلریز به من نداد سرش در آوردم. رسوای خاص عامش کردم. به تمام مردم ده گفتم که دخترش رقاص شده. از این ننگ باید بمیره. اکبر جون دست از این کارات بردار. برو دنبال کار زندگیت. برو دنبال بدبختی. برو بابا. اکبر کرم چه گناهی داره؟ دختره تو رو دوست نداشت. دوست به زور نمیشه جونم. دلم خنک شد که زن تو نشد. الهی شکر الهی شکر. هی یالا یالا بریم یالا.
ای بزرگوار، خودت یاری کن، به من قدرت بده تا بتونم این لکه ننگو از دامنم پاک کنم. بفرما باش از اون طرف. ممنونم. بیا جون بیا، آدرستو به یکی نشون بده بهت میگم. خدافز. قربونه تو. تو تهرانو بعد اول بری خیابون شهرزا بعد بری میدون شهناز. برو بالاخره پرسون پیدا میکنی. من عالی بود. ممکنه برای باشه، خیلی قشنگ خوندی. متشکرم، مرسی. چی شده؟ مثل که ناراحتی؟ نه. ولی آخه قیافت نشون میده. گوش کن منو چهر، بعد از اون اتفاقی که افتاد همه چیز بین ما تموم شد. فکر میکنم از هم دور باشیم بهتر. اون اتفاق چه ربطی به من داره؟ همین که گفتم، ما دیگه نباید هم دیگه رو ببینیم. آخه مگه ممکنه؟ در هر حال من حاضر نیستم وجودم باعث جدایی تو و مادرت بشه. بهتر منو فراموش کنی. منم سعی میکنم فراموشت کنم. خداحافظ. شهبر. ناراحت نباش عزیزم، لابد لقمه چربتری گیرش اومده. آخه نو که اومد به بازار کنه. خواهش میکنم بس کن. همیشه بهت گفتم تو بی خود دوره برای این دختره میپلکی. از وقتی که اون اینجا کار میکنه همه حواسش پی مدبره. همه که مثل من نیستن عزیزم. Ya 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 ya
نمیخوایم بچه آقا برید خدا عمرت بده جوان. هنوزم تو فکر این دختره ای؟ دونستنش براتون مهمه مادر. خب معلومه. پس خوب حد زدی. بله به اون فکر میکردم. برای اینکه دوستش دارم. عاقل باش پسرم. یک کمی فکر کن. آخه هیچ تناسبی بین فامیل ما با این دختره رقاصه هست؟ من هیچی نگم. مردم چی میگن؟ من به خاطر مردم که نمیخوام با اون زندگی بکنم. ببین مادر. چرا نمیخوای از یک غرور بیجا دست برداری؟ چرا با عروسی ما موافقت نمیکنی؟ یعنی با یه رقاصه یه کاباره؟ اون رقاصه نیست مادر، اون یه هنرمنده. هنرمند؟ گوش کن مادر، تو تا حالا هر چی من خواستم بهم دادی. جوانی تو به خاطر من تموم کردی. حالا این کارم به خاطر من، به خاطر پسرت بکن. بسیار خوب، اما به یک شرط، اونم اینه که دیگه تو کاباره کار نکنه. اون نمیتونه مادر. چرا؟ من راهشو بلدم. از مدبر میخوام از کارش جلوگیری کنه. خب؟ فکر میکنی قبول کنه؟ من وادارش میکنم. ببخشید خیابون شارسه از کدوم برگرد؟ از اون بر برو بابا. ها ممنونم. چطوری بچه؟ برو بابا برو کوچولو. ببخشین آقا، من میخوام برم به این آدرس. گفتن تو این کوچه است، ببینین درسته یا نه. به نظرم همین خونه است. ممنونم، ممنونم. چیه؟ چه خبره که اینقدر زنگ میزنی؟ کیه؟ صبر کن، اومدم. منو میخواد. سلام. سلام دختر جان، منزل اقدس خانم اینجا هست. اقدس خانم؟ آره جونم. سب کن جونی، الان صداش میکنم. سوسن، میترا، بیاییم ببینین کی اومده. خب
شیطون، با اقدس خانم چی کار داری؟ کار واجبی دارم، اگه زحمت نیست صداش کن بیاد دمه در. سلام، با من فرمایشی داشتی؟ ایفا، سلام، چه نازی، با من کار داشتی؟ بر شیطون لعنت، دختر جون من با تو چی کار دارم؟ من اومدم اقدس خانم رو ببینم. خب حالا نمیخوای بگی چی کارش داری؟ خب راست میگه. اوه تو چقدر فضولی سوسن. خب جونم معلومه دیگه، اقدس خانم عشقشه. مگه نمیبینی با گیتارش اومده زیر پنجره محبوبش آواز بخونه؟ لا 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 لا. راست میگه، ببینم تو بلدی تویس بزنیم. بابا جون این چه کاریه؟ من جای پدر بزرگ شما هستم. جلوس نشو، مرگ من یه خورده بزن دیگه. ببین اینجوری برپری جون منه، اینجای جون منه، بیا بریم نمیام خرکتی. بچه ها گلندام اومد. بسه نخور جونم، عشقت داره میاد. بس هر این ده هفتار کشی تو به یه جوان خوش بگفتا. بریم بچه خانمه بریمیزی لیلی. سلام موسیو، شما خیلی نا شما برای من اومد. نه خیر خانم، من اومدم اقدس خانمو ببینم. این با تو هم دست خودمونی. من خیال کردم از این جوان فرنگیات گیز میذارن، چه میدونم از همون حبی میبیاد دیگه. ببخشید خانم، من دنبال منزل اقدس خانم میکردم. دست تو بکش. بای بای، خوش بگذره. میمیرم الهی، خیلی عجیبت کردم. بریم تو خونه یه خونکی بخور، حالت جا بیاد. جوون مبونه که به درد تو نمی خورن، مگه نجونی؟ ببخشید مادر، من میخواستم ببینم شما میتونی. ایوا حرف دهنتو یاد بگیر جونی، من که هنوز مادر نشدم، من مادمازلم. ببینم چی میخواستی بگی؟ من با اقدس خانم کار داشتم، اقدس خانم. وا، همون که با دختر دهاتی رقاصه بود؟ همون دختر دهاتیه، همون دختر رقاصه. خدا بیا مرزتش، خیلی وقت از اینجا رفته. آخه میدونی جونی، اون از صدقه سر دختر دهاتیه به نون و نوایی رسیده، یه خونه تازه گرفته. حالا دیگه افاده ها طبق طبق سگا به دورش وقت وقت. اینجوری هی میرفته تو قیب میداد، میرفته تو قیب میداد. نمیدونی خونشون کجاست؟ چه میدونم، تو یکی از همین کاباره ماباره ها میرخصی. چی؟ کاباره؟ کاباره چیه؟ ای خیر ندیده، خوب خودتو به کجا علی چپ میزنی یا؟ خانم جون، تو رو خدا اگه میدونی بگو کجاست، من باید اونو پیداش کنم. ایفا خاک عالم، اونو میخوای چی کار؟ من خودم یه کافه دارم که هرچی بخوای توش پیدا میشه. دلم میخواد یه سری بهم بزنی. حالا نمیای بریم تو؟ بیا بیا یه لبی تر کن دیگه جون. برو خانم جون، دست بردار، خجالت بکش. چه هیکنی، میمیرم برای یه همچی هیکلا، میمیرم برات الهی. نازی تو برم الهی. من که بهت گفته بودم مدبر آدم بدجنسیه، اون دیبل کنه تو نیست. نمیدونم مینا، خودمم گیت شدم، نمیدونم چی کار کنم. حالا من میگم چی کار بکنی. من اون چرک دوستت داره نه؟ منم دوستش دارم. خب خودت با منو چر حرف بزنی، میدونی شاید راهی پیدا کنه. اگه بازم بیاد سراغم موضوع رو بهش میگم. اگه اگه چیه؟ من خبرش میکنم، همین امشب خبرش میکنم. خب باشه. آوردم بابا، آوردم.
مگه چشت کار نمیکنه؟ استالله چی بگم هستم؟ چی بگم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ قهوه خونه مال خودتی؟ نه کرم جون، ما اینجا یه پشتر اولیم، بله. پس تکلیف اینا چی میشه؟ هیچی شکست که شکست، فدای سره. برو بشی، من الان بیم پشه. برو بشی، بطو. بنده خدا، چه سیبیلایی میدوشتی؟ حالا ما یه سه چهار ماهی باید اینجا مفته که کار کنیم. بسر، مشتری گروش گیر کرد، آب خوردن ببر. یه تحویل بگیر. حسن آقا جون، دو چای قنپلو تمیز بار، ما یه مهمون داریم. بود و زود باش. اومدم کرم. خب کرم جون، حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ اینجا چی کار میکنی؟ اون طرف ها چه خبر؟ قربون دسته، خیلی ممنون. کرم جون از سکینه چه خبر؟ سالمه؟ حسین چطوره؟ اونم سالمه؟ زهرا شوهر کرده؟ سالمه؟ راستی کت خود ساله چطوره؟ اونم سالمه؟ پسرش از گلریز بعدش نمی اومد چطوره؟ دختره چطوره؟ سالمه؟ دست رو دلم نذار. این دختره پاک روزگارم رو سیاه کرده. خب بگو ببینم چی شده؟ نکنه خدای نکرده بلایی سرش اومده؟ رسوام کرده. رسوا؟ چی شده مگر؟ عرف بزن، بگو ببینم چی شده؟ چی بگم استالله، چی بگم؟ فرستادمش تهران مدرسه بره، یه چیزی بشه. رقاصه شده، رقاصه یه کافه، میفهمی؟ آره میفهمم، اینقدام که تو فکر میکنی خر نیستم. میگن در دروازه رو میشه باز، ولی در دهن مردم رو نمیشه. شاید همه اینا دروغ باشه. دروغ؟ نه نه. قصه نخور، ما تا حالا هرچی درآوردیم تو کافه مافاها خرج کردیم. بالاخره پیداش میکنم، حتی اگه زیر سنگ باشه خودم پیداش میکنم. تو میری؟ شهبری، اون که دیگه جوابت کرده؟ خودش فرستاده دنبالم، اومدم ببینمش. اونو ببینی؟ فکر نمی کنم وقت داشته باشه. بهت قول میدم همین الان یه راست رفته تو بغل مدبر، عشق تازهش. تو هم که همش مثل مار نیش میزنی. اگه خودت ببینی اون وقت قبول میکنی. غیر ممکن. باشه، خواهیم دید. ور شده، خیلی به خودت ور میری، نکنه خیالی داری. مثل اینکه امشب یارو پیداش میشه ها؟ تموم شد جبر جان. آره جونم. یالا بچه ها زود باشیم بجنبیم. بچه رو معطلیم، بچه ها زود باشیم. آی مدبر الان میریم. فعلا خدافظ. چقدر آدم رو دست پاچه میکنن. بیا عزیزم، هست کرد عالی. متشکرم آقای مدبر. تشکر لازم نیست، تو با این صدات قلب منو تسخیر کردی. خودت هم میدونی که واقعا دوست دارم. خواهش میکنم آقای مدبر، هیچ حاضر نیست بروم. آه عزیزم، چرا لگد به بخت خودت میزنی؟ تو خوب میدونی اگه با من باشی هر چی بخوای به پات میریزم، حتی این کاباره رو. فقط با من مهربون باش. نه فیلم کن، نه. خواهش میکنم آقای مدبر، اونی که فکر کردی من نیستم، میفهمی؟ دیگه از این به بعد مزاحم من نشو. حالا با چشمای خودت میبینی. بفرمایی. دوست شهر مروچه صاحب کن ببینم چی به تو اجازه داد بیای اینجا. حالا میفهمم، پس بی خود نبود که آذر اون حرفا رو میزد. منو چیر تو اشتباه میکنی؟ بس دیگه، حق با مادرم بود. صد دفعه بهم گفت حیف منم که با تو معاشرت کنم. خدافظ منو چیر. خب حالا چی میگی؟ همتون کثیفین، هم تو هم اون.
همه چون انصافی شد که چه آدم رزلی هست. عزیزم اینقدر تقلا نکن. بلم کن. فکر میکنی میتونی از دست من سالم در بری؟ بلم کن پست کسی. کجا؟ من دیگه پامو اینجا نمیذارم. هر کاری هم که میخوایی بکنی بکن. بسیار خوب، سفتت پیش منه. میدونم چه بلایی سرت بیارم، زندگی تو به هم میرزم. هر غلطی میخوایی بکنی بکن، من مجبور نیستم بیشتر از این زجر بکشم. تو چی شده عزیزم؟ من که دیگه پامو اینجا نمیذارم. این کابورم بخوره تو سر تو و اون مدبر پست. برای همیشه خدافیز. کجا خانم جون؟ این کاباره باشه ارزونی تو و اون اربابت آقای مدبر. آ خدا حکمت تو شک، همیشه انگور خوب نشیب شک. دختر که قد نیست. این حرفو نزن مادر، اون دختر خوبیه. من مطمئنم بالاخره یه روز خودتم میفهمی. خدافیز مادر. خدافیز بزن. میفرمایید؟ آه بفرمایید. خواهش میکنم. چه پنجه شیرینی. این آهنگ مال کیه؟ مال خودمه. خودت؟ بله. خیلی عالیه. این آهنگ باید در تمام تهران، بلکه در تمام ایران معروف بشه. این آهنگ یادگار زنمه. من اینو برای دل آزردم میزنم. معلوم آدب هنرمند و خوشذوقی هستی. ما یعنی؟ من به امثال شما هنرمندان افتخار میکنم. هر چند روزی که در تهران هستین مهمون من باشین. بلند شو بریم. بسیار خوب. نفهمیدم چه کار میکنن آقا؟ هنوز از ایران نرسیده رفیق برای قور زدی بی مرفه. بابا دغز خوش. این هنرمند جاش تو قهوه خونه نی. خدا نکنه که یه موه از سرش کم بشه ها، و الا خسته به همه تون آدم میرسه. بسیار خوب، بسیار خوب. خندیدی؟ نگاه کن، مثل این که اصلا منتظر بود که بیاد اینو دعوتش کنه. وای سبا ها. رو بوده ای قرار من، تو گل باغ
من دلیلی داشتی. چه دلیلی؟ خیال میکنی من بچم یا از پولم صرف نظر میکنم؟ آقای مدبر اصلا میدونی چی آقای شوریده؟ بهتره راجع به اون دیگه حرف نزن. اگه شما آذر بشی، وقت تو صرف آذر کنی و چند تا آهنگ براش بسازی و تو کنسرتم ازش استفاده کنی، آذرم هر طوری بخوای باهات قرارداد ببرم. نه آقای مدبر، آذر هیچ وقت شهپر نمیشه. قول میدم یه روز آوازه شهرتش تمام ایران رو بگیره. نمیدونم چرا استاد شوریده اینقدر به من کم لطف شدن. من فکر نمی کنم چیزی از شهپر کم داشته باشم. خیال میکنم من شهپر رو بهتر از شما میشتم. در هر حال من همیشه برای امضای قرارداد پرمنفعت با شما حاضرم. اما من نیستم. من هرگز حاضر نیستم به خاطر یک مشت پول هنرم رو بفروشم. خداحافظ آقای مدبر. خداحافظ خانم. از قول من به اربابت بگو دیگه هیچ وقت دنبال من نفرسته. خداحافظ. سب کن نشد از اینجا بزن. بزن ببینم جانم بزن. کرم جون من آهنگ تو رو نوت کردم. به زودی من آهنگ تو رو با موزیک بزرگ اجرا میکنم و کاری میکنم که تو در تمام ایران مشهور بشی. خیلی ممنونم، ولی اول یه کاری بکن که گلریز دخترمو پیدا کنم. بسیار خوب کردم. همونطوری که بهت قول دادم سعی میکنم دخترتو پیدا کنم. ممنونم استاد. من بعد از خدا امیدم به شماست. امیدوار باش، بالاخره پیداش میکنم. خدا نگهدار. به سلامت. خدا حفظت کنه. خوش آمدی. بریم اونجا رو ببینی. باشه. چقدر قشنگه. نه آره من از این خیلی خوشم. قرمز مثل که قشنگتری. اونم قشنگه. بقیم زرده رو ببین. آره خیلی خوشم. ببخشین آقا. بفرم. کافه‌ای که توش دختر میرخصه کجاست؟ تو اون خیابون 3-4 تا هست. کجا؟ اون طرف. آه ممنونم. میشناسی یا نمیشناسی؟ 007 دیگه چی؟ 007 یه آدمی بود که بهشون گفتن جیمز بوند. ما حالا باید یکی از عملیات اونو اینجا به کار ببریم. برای اینکه تو رو که با این لباس راه نمیدن. منم که از اول بچگی ول ول بودم. پس من میرم سر رو گرم میکنم تا میگم چه از عقب بیا. جیمز بوند وارد کود میشود. شیشگه شورت چی چیه؟ کجای شورتم؟ اون طرف شورتم. این طرف شیشی نیست. شیشی رو گرفت. در نگه عربه ممکنه منو بزنه. خش کنم واسه چه هیکلی داره. نگاش کن. ایوا قول بیشا خودم مگه مریضی؟ لنده او رو عوضی مگه مرگ از دتت ها؟ ببخشی عوضی گرفتم. ده معذرت میخوام. برا بابا برا. خدا روزی تو جای دیگه حالی. چی میگه؟ حتما دیوونه است. ببینم ات ببخشی معذرت میخوام. بابا بلند شویم بردم. کافن کافن نشد. من دنبال دخت میکردم. میخوام دخترم رو پیدا کنم. برید کنار. برید کنار. من دیوونه نیستم.
من دنبال دخترم میکردم. چه خبره؟ بریم کنار ببینم. اینو کی را داده؟ بیا ببینم، مگه دربون دمه در نیست؟ چرا قربان؟ از چطور این مرد با این ریخت و قیافه راش دادن؟ من دنبال دخترم میکردم، تا اونو پیدا نکنم از اینجا نمیرم. به من گفتن که اون اینجاست. اینم شد حرف، زود از اینجا بیرونش کنم. نه، من گلریزمو میخوام، من دخترمو میخوام. بلم کنه، بلم کنه. بهتره زودتر برنامه تو شروع کنی، سر صدای مردم بخوام. خیلی خوب چشم. خواهش میکنم بفرمین، معذرت میخوام. بفرمین، راحت باشین. بفرمین 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 خواهش میکنم بفرمین. نه نه عوضی کجا میذاری میری؟ مرد حساب من چشات کوره. این شبا با همیشا بودم. آخه مرد حسابی اینجا شیکار داری؟ گوش کن آقا، من دنبال دخترم میکردم. دخترت بگه اینجاش. به من گفتن که اینجا میخونه و میرخصه، اسمش هم گلریزه. گلریز؟ نه بابا جون، ما یه خواننده اینجا داشتیم که اسمش شهبان. خانم شهبر، من پرونده شما را مطالعه کردم. شما یک هنرمند هستید، صلاح شما نیست برای 30,000 تومان پول به زندان برید. بقیده شما 30,000 تومان پول کمیه. شما چطور یک تعهد 30,000 تومانی را به یک شیاط سپردید؟ گولم زدن جناب سروان. بقیده من بهتره که با هم سازش کنید و به کارتون مشغول بشید. من گوشی زندانو به کار کردن تو دستگاه مدبر و امثال اون ترجیح میدم. این حال متاسفم، البته خودتون صلاح کارتون رو بهتر میدونید. حالا نوبت شما نیست، برید تو این اتاق. چشم، پس خانم رو تحویل زندان بدید. بسیار خوب، بفرمایید. بیا بیرون بابا، نوبت شماست. بله. بله بله، اطاعت میشه قربان، خواهش میکنم. سلام جناب سروا. توی بابا، بازم که پیدات شد، دیگه چه دسته گلی به آب دادی. جناب سروا، این دفعه نظم یه محله رو به هم ریخته. قربان، همونطوری که دفعه پیشم خدمتتون عرض کردم، من دنبال دخترم میگردم، چه کنم، دست خودم نیست. من میدونم که تو آدم بیازاری هستی، ولی سعی کن که مزاحم مردم نشی و برای خودت گرفتاری درست نکنی. برو پدر، برو. ممنونم، ممنونم قربان. میتونه بره. آقای شوریده تشریف دارم. تو اون اتاقه. مرسی. سلام آقای شوریده. سلام، بفرمایید. لطفاً چند دقیقه ما رو تنها بذار. چه عجب اقدس خانم، چه عجب از این ورا. آقای شوریده دستم به دامنتون، امروز شهبر رو گرفتن حبسش کردن. حبسش کردن؟ نمیفهمم، آخه چرا؟ نمیدونم، نمیدونم آقای شوریده حالا چی میشه، چه خاکی به سرم کنم. تو رو خدا یه کاری بکن. خیلی خوب خانم، ناراحت نباش، بذار ببینم چی شده، چی کار میتونم بکنم. شما بگو ببینم موضوع چیه، چرا گرفتنش؟ هیچی، با مدبر دعوا شد، دیگه هم تو کاباره نیومد. مدبرم صفتشو گذاشت اجرا گرفتنش. صفته؟ مرد خب کسی. حالا باید چی کار کنیم آقای شوریده، شما بگین. ناراحت نباش، من الان میرم ببینم چی کار میتونم بکنم. خدا عمرتون بده، ما امیدمون به شماست. یه زندانی دارم که میخوام باش ملاقات کنم، قبلنم اجازه گرفتم. بفرمید. بفرمید. متشکرم.
خدا شما چی میشه آزاد میشه؟ مرسی. شما بفرمایید. خیلی ممنون، مرسی. یکی که کمه. بازم برداری که نمرسی. نه متشکرم، نمرسی. بفرمایید. اینا خیلی خوشمزه است، بفرمایید. قابل نداره. خب بچه ها، امروز روز تولد حضرت علیه، همینطور ساکت بشینیم که چی بشه؟ بهتره بزنیم و برقصیم. من که رقص بلد نیستم، هر کی بلده بلند شه. خیلی خوبه. پاشو جونم، پاشو یالا. ابا نمیشه رقصیدن که تارو نداره جونم. پاشو یالا. بارکلا من، بارکلا من، کزن چی پر زال بلا من، بعد آزادی هم در تملا من، می کنم از شما می تملا من، بارکلا من، بارکلا من، که اهل زندان شده هم، بارکلا من، بارکلا من، ردیف مردان شده هم، بارکلا من، بارکلا من، پکرم و نالان شده هم، بارکلا من، بارکلا من، بسل و پریشان شده هم، بارکلا من، بارکلا من، راستشو میگم به جون شما، خجل و پشیمان شده هم، بارکلا من، بارکلا من، بارکلا من، بارکلا من. بچه ها، استاد شوریده اومده به دیدن من. نمیدونین چقدر از دیدنش خوشحالم. شهبر عذاب وجدان منو کش، رفیق نادان منو کش، سبکی مردان منو کش، میله های زندان منو کش، راستشو میگم به جون شما، غم دل سوزان منو کش، راستشو میگم به جون شما، غم دل سوزان منو کش، کشم از هنجر من ناله و فریاد هنم، ز حریفان سبک سر به ستان داده هنم، شده دیوانگیت خاطره و یاد هنم، توی استاد هنر، توی استاد هنر، شوریده جونم، شوریده جونم، شوهر آدم و خیلی زونم، قدرانم، من باید تو رو نجات بدم. سلام، چی شد آقا شوریده؟ کاری کردین؟ شهبر آزاد میشه؟ نه، متاسفم. هر دری زدم نشد. میدونی مینا خانم، هر چی خودم داشتم گذاشتم. بیچاره اقدس خانمم با هزار بدبختی یه پوری تهیه کرد، اما بازم کافی نیست. پس چی کار کنم؟ شما مردین آقای شوریده، شما یه راهی پیش پام بذارین. مینا جون، دستم به دامن تو، یه کاری بکن. صبر کن ببینم اقدس خانم جون. ببینین آقای شوریده، منم 3000 تومن پس انداز دارم، اگر بخواین میتونم در اختیارتون بذارم. متاسفانه بازم کافی نیست. بالاخره که چی؟ همین جوری که نمیشه دست رو دست گذاشت تا هر بلایی که میخواد سر شهبر بیاد. والا نمیدونم، به هر کسی که میشناختم رو انداختم، اما تو این دور زمونه کی به آدم قرض میده؟ به خدا دیگه عقلم به جایی نمیرسه. یه راه دیگه هم هست. ها؟ یه راه؟ چه راهی؟ بگو بینم، هر کاری باشه میکنم. مدبر. مدبر؟ یعنی همون که خودش مسبب همه این بدبختی هاست؟ مقصودم این بود، اگر شما با پیشنهادش موافقت کنین، شاید بشه یه کاری کرد. من؟ چی داری دیگه؟ من حاضرم به هر بدنامی تن در بدم، اما قرارداد با این مرد امضا نکنم. نه، نه، هرکس، حتی دیگه حاضر نیستم تو روی این مرد نگاه بکنم. به خاطر شهبر، اون همه امیدش به شماست. راست میگه، این آخرین راهه. فکر کنین اون دخترتونه. باشه،
مجبورم. مجبورم به خاطر این طفل معصوم همه چیز زیر پا بذارم. بفرمید. اینم چکتون قربان. متشکرم. خب استاد، من آذر رو به دست شما میسپرم. دیگه خودتون میدونین، هر گلی زدین به سر خودتون زدین. سعیمو میکنم. نمیدونم چجوری تشکر کنم. بالاخره هرچی باشه منم یه روزی شاگرد خودتون بودم. بله درسته. تو آسمون ها دنبالت میگشتم، رو زمین گیرت آوردم. فکر کردی از چنگ من در بری زلیل مرده. از روزی که تو رو دیدم دیگه نه شب دارم نه نه وقت دارم نه خواب دارم نه خود را. آخه خانم جون، از جون من چی میخوای؟ چرا دست از سر من بر نمیداری؟ میخوام جونی، جونم به جونت بسته است. مگه از من خوشت نمیاد؟ من بری گودم، من آشپزیم تک تک. یا آشی واسد بپزم که خودت هست کنی. نه، نه، جلو نه. برم از جلو من نه، خواهش میکنم، نه. نمیتونم جلو نیام. نه، نه. قلبم در گروی عشق توه. عزیز دل من. نه. نه. بیا جلو. بیا نترس. بیا قربون سیبیل جان. یه تخت چای من. تو منو دیوونه کردی. سیبیل جون. سیب تنها کسی هستی که تو این دنیا منو درد کردی. قربونت برم الهی. تو بود و من بود. دیدم. الان میرم گیرش میارم. نفهمیدم بابا کرم. آه اصلا چون خوب شد دیدم دستم به دومنت. این زن دنبال من کرده. کجاست؟ همینجا هست. میگه منو دوست داره، از من خوشش اومده. به درد من میخوره؟ چی تو؟ نمیدونم، خودت برو ببینش. خب اگه به درد من بخوره من ورش میدارم. اول یه رندوو ازش میگیرم تا شر بشه از سر تو بکنم. کجای عشق من، عزیز من، دلبر من، محبوب من، کبوتر من، کبوتر من. آخی قربونم شی، شب شبستونم شی، نخوچی جیبم شی، درباز قربونم تو دیگه کجا بودی قربونت برم؟ گوش کجا؟ دیدی چه خاک به سرم شد؟ برم به سر زر زر گریه می کنم. از پیشم رفت، منو تنها گذاشت و رفت. خب من پیداش میکنم، ولی به یک شن قبوله. آره. مگه اون چرشونه ها اون سیمه کلفته رو نمیگی؟ آره آره. خودم تو نمیره دستشو میذارم تو دسته. ولی اول باید شرط من قبول کنه تا من برم دنباله. خیلی خوب بگو، هر شرطی باشه قبول میکنم. امشب چه شبی؟ شب مراد هست. امشب مراد هست. صابونه دارد نمال لاله. ننه؟ نه ببخشید من بزن. ما امروز با بر بچه ها قرار داره بریم سینما. نه خب برین، مگه کسی جلوتون رو گرفتی؟ حالا چی میخواد؟ حالا چه جوری بهت بگم؟ خجالت هم میاد. جونم خجالت نداری بگو. تو اول باید پول سینما رو به من بدی تا منم واسه جونم رو به خطر بندازم. با کیف پولم پیشم نیست. کجاست؟ میدونی از حولم انداختمش تو خیابون. ببینم ماشینم نداره. چرا، هم پول دارم هم ماشین، ولی میترسم ما رو با هم تو خیابون ببینن و تو رو بزنن. منو بزنن؟ تو خیلی ما رو دست کم گرفتی. پس ما این بازوها رو با چه اقا نازک دو درداشتیم. سوارم کنم الهی. سوارم کنم. هم بند ولی دیدم مثل همیشه. شهبت جون، تو این مدت آقای شوریده خیلی واسه زحمت کشید. من نمیدونم به چه زبونی ازشون تشکر کنم. امیدوارم بتونم تلافی کنم. این حرفا چیه دخترم؟ من که کاری نکردم. تازه اگرم کاری کردم وظیفم بوده، برای اینکه تو بهترین شاگرد من بودی. خب دیگه بهتر حرفشو نزنیم. بفرمایید برید. بفرمایید. دیدی؟ اینم از استاد شوریده. به من میگی؟ تو خودت اصرار داشتی که اون پولو بهش بدم. من چه میدونستم اون پولو میگیره؟ میره اون دختره رو از زندان آزاد میکنه. اون وقت تو هم همینطور دست رو دست گذاشتی و هیچ اقدامی نمیکنی. میدونم چیکار کنم. خدمتی بهش بکنم که
میشنوید خانم؟ میشنوید چه قشقرقی به پا شده؟ خب؟ چی رو خب؟ آخه این چه کاریه که میکنید؟ هیچ میدونین عدم شرکت شما تو این کنسرت چه افتضاحی به پا میکنه؟ خب بکنه، این چه ربطی به من داره؟ مگه نه عزیزم؟ آخه چرا میخواین منو تو دردسر بندازید؟ اصلا میدونی چیه؟ من امروز حال حوصله ی آواز خوندن ندارم. حوصله نداری؟ مگه دست توه؟ ازت شکایت میکنم، قرارداد تو میذارم اجرا. تو نرو آقای شوریده، اصلا اون قرارداد ما برای چی بستی؟ تو فکر میکنی من اون پولو فقط برای این بهت دادم که بری اون دختره هرزه رو از زندان آزاد کنی؟ نه جانم، تو با حق بازی منو خام کردی تا بتونی به رقیب آذر کمک کنی، اینطور نیست؟ خب بنابراین حسابی نداریم. نمیفهمم آخه آزادی اون دختر بیگناه چه ربطی به این کار داره؟ چرا سعی میکنی منو تو درد سر بندازی؟ خب هر کی خربوزه میخوره پای لرزشم میشینه. این به اون در، درسته؟ حالا مگه خیلی ناراحتی برو همون دختره رو بسط آواز بخونه. من اینجا و هر کاری از دستم برات واسش میکنم. اون استاد منی، به گردنم حق داری. سلام استاد. سلام دخترم. ناراحت نباشین، حالا که اینطور پیش اومدی امشب من به جای این خانم آواز میخونم. تو سالن همه چیز بر من روشن شد، من براتون میخونم و فکر نمیکنم مردم از این موضوع ناراضی باشن. ممنونم دخترم. تو واقعا یک هنرمندی، همونطوری که همیشه فکر میکردم. ببین خانم، این یک شاگرد منه، تو هم یکی. این با تمام وجودش حاضره برای حفظ آبروی من فداکاری بکنه، اون وقت تو حق نشناس اینطوری تو روی من وای میستی. اینه نتیجه اون همه زحمتی که برات کشیدم. واقعا که خوب حق معلم و شاگردی رو به جا آوردی. آفرین، خوب مزد دستم رو دادی. بسه نخور آقای شوریده، من خودم حق تمام کمک‌های سرکار رو به جا میارم. بریم آزر. متاسفم. مهم نیست دخترم. خب بچه ها شما زودتر حاضر بشین، من خودم موضوع رو با مردم در میون میذارم. این پیرمرده کاملا اسباب زحمت شده، دلم میخواد یه گوشمالی حسابی بهش بدیم. به جون مواد اینه هم مواد نفسشو میگیرم. اون با من رئیس، همچی میزنم تو مغزش که رب و رب بشه یاد کنه. طوری بزنینش که یه 3-4 هفته این نتونه روپاش وایسه. فقط مواظب باشین نفله نشه. شما فقط حق حساب رد کنین، دیگه باقی کارا با ما رئیس. اونم به چشم. راضیتون میکنم. بله راضیتون میکنه. بیچاره پیره مرد، خدا رو خوش نمیاد. بازم خودتو قاطی کردی؟ آخه این از جوان مردی به دوره. یه مش گردن کلفت و میندازی به جونه یه پیره مرد؟ سب کن. اگه یه کلمه از حرفایی که اینجا شنیدی از دهنت درات، سرکار تو هم با همین هست. فهمیدی چی گفتم؟ انتظار به پایان رسید. سلام علیکم. سلام کردیم. حق شوریده پوریده، مدت اینجا به انتظارت بودیم تا بیا یه پنجه ساز دلنواز برامون بزنی. درست میگه. به به کجا؟ تو نمیری نمیشه آخ شوریده، تا یه پنجه مهمونمون نکنی نمیذارم که از اینجا بری.
مگه نه؟ آره والا تو نمیری اینو خوب واقعیته گفته اگه نزنی نمیذارم از اینجا بری ده ناز نکن اگه برم بسی سازو بده من تا خدا واسط بزنم اگه دوست داشتی تو هم واسطم یه خود برقص رد کن بیاد ببینم بده من آقا شوریده آقایون من که با شما کاری ندارم ازتون خواهش میکنم اجازه بدیم برم من عجله دارم میخوای بری؟ حالا بیا جلو ببینم بیا بده به من بیده بده ببینم کلاش به سر قشنگ من میخوره یا نه بخبا چقدر قشنگه خواهش میکنم آقایون ده تو رو به خدا نه بابا بذاریم من برم هر چی بخواین بهتون میدم بیگی ببینم به عجب ساز قشنگه بکشتو آقای خواهش خاطر به خدا خواهش میکنم تقاضا میکنم یه دقیقه تشریف داشته باشی میخوام واسطو ساز بزن بزن بلیم بابا بزن این که خرابه سازت به درد خودت میخوره خدا بیامرزتون آقای شوریده بفرمایید مزغورتون اینجاست بیا ورش دار بیا چه خبره باشی بچه برمی چه خبره بیا نه برشی میگی ببینم میگی رشت مرسا اگه شما ها شرف ندارین برید برشین آخه چی شده؟ نو مرد از این حیکرت خجارت نمی کشیم پیر و مرد رو به این روز انداختی برای کنسا شرما پس فطرتا برین گمشین تا نخوش تو بتون برین گمشین بس بزن به چک برای بردیم استاد استاد نگه دار خدا کنه طوری نشده باشه امیدوارم هیچ سر در نمیره رفتم مریض خونه دیدن استاد شوریده من درباره شهپر اشتباه میکردم نمیدونستم تو وجود این دختر چیه ولی حالا فهمیدم که چه دختر خوبیه بالاخره هرچی باشه زیر دست شما بزرگ شده خواهش میکنم خجالتم ندی من همیشه فکر کردم که اون دختر خودمه نمیدونم مردم رو اون چطور فکر میکنن من هرگز با کار کردن شهپر تو کاباره موافق نبودم باور کنید اقرس خانم علت مخالفت منم راجع به عروسی شهپر و منوچهر فقط همین مسئله بود بله منم از اول موافق نبودم این دو نفر واقعا برای هم ساخته شدن تعجب میکنم این ممکنه کار چه کسی باشه نمیدونم شوریده مرد بدی نبود که کسی باهاش دشمن باشه آره منم تو همین فکرم خیلی ازت ممنونم کرم نمیدونم اگه تو نرسیده بودی این اوباشا چه بلایی سرم میآوردن خدا رو شکر به خیر گذشت اونا چه دشمنی با تو داشتن میشناختیشون؟ نه، از کجا میشناختم؟ فکر میکنم مست بودن آجی ببینم کرم، جاد هنوزم تو همون قهوه خونه آره، هنوزم شبا همونجا میخوابم بهت یه سری میزنم راستی از دخترت چی خبر؟ هی بابا مگه تو این تهران به این بزرگی میشه کسی رو پیدا؟ ایشالله پیداش میکنی قصه نخور ایشالله خب دیگه من با اجازت مرخص میشم خدا به همراهت کرم جان موفق باشی قربانت خداحافظ خداحافظ به سلامت
آخه چطور نفهمیدین استاد؟ اونا کی بودن؟ نمیدونم پسر جون، همینطور ناقافل جلو میسرد. خدا خیلی بهتون رحم کرد. اگه اون پیر مرد دهاتی نرسیده بود، خدا میدونه چه بلایی سرم میآوردن. خدا میدونه. ببخشی خانم، اتاق استاد شوریده کجا؟ دستی چپ داره. متشکرم. سلام، خدا مرگم بده، طوری که نشدین. نه، الحمدلله به خیر گذشت. هیچ فکر نمیکنین کسی تحریکشون کرده باشه؟ آخه چه کسی ممکنه این کارو کرده باشه؟ من که به کسی بدی نکردم. ولی من میدونم کی این کارو تو؟ کرده. بگو مینا، کی تحریکشون کرده؟ مدبر. بازم مدبر؟ عجب من نکشم. مگه من چه بدی بهش کردم؟ حتما اون دختره آزرم همراهیش کرده. باید ازشون شکایت کرد. نه، نه. بهتره این کارو نکنین. بذارین به عهده من. من خودم بهتر میدونم باهاشون چه کار باید کرد. آره مدبر، ما همیشه هوا خاتم. یارو پیرمردانه که خوب لطف برش کردیم. واسه ما اشروهای قاچاقم یه مشتری چاق و چله گیر آورد. از همه تو ما چکرم؟ تشکرات که به جای خودش اصل کاری رو رد کن بیا. ما هم همیشه در خدمت گذاری حاضره. راضی تو؟ منم باید راضی کنم. تو؟ تو اینجا چه کار میکنی؟ خب دیگه، شنیدم امروز پول قسمت میکنی. حیفم اومد سر موقع نرسم. اومدم حقمو بگیرم. دختره یه کثیف. خب، که گفتی حقتو میخوایم، بابت چی؟ حق و سکوت. یعنی اگر بخوای صدام در نیاد. بسیار خوب، همین امشب برای همیشه ساکت رو خفت میکنم. احمق پیش برد. سلام ازدوید، خودمون ساکت رو بگم. مدبر گفته بودی میده شده. دسته کسافتتو بکش کنم. برچه بوشن آفت. بی حرکت، بی حرکت. از جاتون تکون نخوریم، بازی دیگه تموم شده. آقای مدبر بهتره بی سر صدا همراه ما بیه. Thank you.
پند من ای جوان بشنو با گوش جان بد مکن با کس دوان بد مکن با کس دوان وفاداری کنی با اهل بد حال جهان دائم نکوکاری کنی جویی دل افتادگان بویی ره آزادگان با بی کسان یاری کنی با بی کسان یاری کنی خدای قادر جهان نقاف دست کار ما نشست در کمین جان کتاب و نر شکار ما نمی کند کسی نظر دگر به هم نظار ما نمی کند کسی نظر دگر به امشب برای همه ما افتخارآمیز بود. از صمیم قلب به هر دوتون تبریک میگم. واقعا عالی بود. گردیس دختر یا حدسه پدر پدر تو؟ کرم خفتون زود بیاد دختر یه بی حیای بی آبرو. چی شده پدر؟ من که گناهی نکردم. گناهی نکردی؟ دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ تو با این رسوایی که به بار آوردی روح مادرتو تو گور لرزوندی. تو منو انگوش نمای خاص عام کردی. همه جا منم بدنام کردی. دیگه هیچی برام باقی نذاشتی. تو باید بمیری. تو از دست دادی؟ از سرم دور شو گیر مرد کثیف. تو اونو به این راه کشوندی. تمام اربوزا که من آواره و سرگردون تو این شهر میگشتم اون پیش تو بود و تو به من هیچی نگفتی. گم شو! من از کجا میدونستم؟ این اسم شهبره. تو میگفتی گریز. من اخره پیدات کردم. ولم کنید! ولم کنید! من دیگه طاقت این همه رسوایی رو ندارم. فلش کنی. فلم کنی. اون حق داری. پدر اگه تو فکر میکنی من گناه کنم، اگه خیال میکنی با کشتن من قلبت آروم میشه، من حاضر.
خدایا چه کنم؟ کمرم شکست، خورد شدم. من دیگه پدر تو نیستم، از تو و از اسمت بیزارم. صبر کن پدر، پدر صبر کن. چرا همچین کردی؟ توی که بعد از مادرت عزیزتری کس من بودی، تو که همیشه با خنده هات، با گریه هات، با آواز و جیغ و دادت خاطری رو تو قلب من زنده می کردی، حالا چرا باید مثل یه زن هرزه جلوی چشم مردای بلحوث رقاصی بکنی؟ آخه چرا؟ چرا؟ دیگه چی میخوای؟ تو داری اشتباه میکنی کرم. این تعصب خشک و غلط چشم عقل تو رو کور کرده. گوش کن، این صداها رو میشنی؟ اینا همه به خاطر دختر تو. مگه تو خودت عاشق سازت نیستی؟ مگه از صدای خوش لذت نمیبری؟ تو باید به وجود اون افتخار کنی. مردم اونو یک هنرمند میشناسن. اون رقاصه نیست، اون آواز میخونه، با صداش مردم رو مسحور میکنه. دخترت هرگز کاری که مایه ننگ تو باشه نکرده. اون جوونی هم که پلوش وایساده نامزدشه، میخواد باهاش عروسی کنه. عروسی؟ تو میخوای باهاش عروسی کنی؟ بله، اون پاکترین موجود روی زمین. میکنم توجه بفرمایید. دوستان، دومین آهنگ امشب ما آهنگ محلی بابا کرمه که توسط خدمتگزار شما برای ارکستر تنظیم شده. خوشبختانه سازنده و نوازنده اصلی این آهنگ خودشون اینجا حضور دارن و حالا ارکستر آهنگ و با ساز دلنواز خود ایشون همراهی میکنه. آقای بابا کرم بگیر پدر. ایشون با همون لباس محلی خودشون به ما همه منتظر تو هستن. خواهش میکنم befermeyin.
گل چهره لب و لب بده سوهرمی مطرب بزن نقه یه جان بخش خوشی با دف و بربتونی تا مرغ شادی هر کجا زمزمه با صحبت شیدان